ممنون جواد آقا. خسته نباشیم بچه. توجه کردین؟ یک فیلم داستانی با قواعد ژانر کلاسیک از لحظه به لحظه‌ای فیلم مستند استفاده کرده برای باورپذیری بیشتر فیلمش. وقتی که مستند به کمک سینمای داستانگو میاد، ببینید باورپذیریش چقدر میبره بالا و فیلم جوندار میشه و وقتی آدم میشینه فیلم رو نگاه میکنه واقعا فکر میکنه این اتفاق افتاده. این همینو ما میتونیم تو سینمای مستند هم به کار ببریم. پس نباید خودمون رو اسیر بعضی از تعاریفی بکنیم که به هر حال در ژانرهای مختلف در سینمای جهان وجود داره. خب بچه ها خسته نباشیم، فکر کنم برای این جلسه کافیه. انشالله در جلسه بعد با فیلم های جدیدی که دیدیم و یاد داشتاتون همدیگر رو میبینیم. ببخشید. ممنون. انشالله جلسه بعد بیشتر با هم صحبت میکنم. الو جانه. آره باشه الان میگم. خسته نباشید. شما خسته نباشید. نه موقعی دست از این سورپرایز کردن برداری. نه چون من راست شده بود. ماجرا چیه؟ قرار کجا بریم؟ کی بود میگفت تو ما رو ببر جهنم، تو باشی جهنمشم بهشته. ای بابا هنای منم پیش تو رنگ نداره. نرگس خانم، نرگس منو ببین. نرگس جان باشه تسکیم، هر جا دلت میخواد برو. حالا چرا چشماتو بستی؟ چون حالم خیلی خوبه. خودت شاهدی که اشکا چند بار زنگ زد من بهش گفتم نمیتونم،
تو که اخلاق کاری منو میدونی، وقتی حس و حالش نباشه هیچ کاری رو نمیتونم انجام بدم. اومدنمون ربطی به ساخت فیلم مستند که کشکار گفته بود نداره، به خاطر کتابی که میخوان درباره زندگی امیر حسین چاپ کنن. امیر حسین؟ میدونی که من عادت به تأخیر ندارم، پس لطفا عجله کن. سلام. انجام وظیفه بود. جالبیش اینه که بنده خدمت خانم محمودی میخواستم توضیح بدم و شما و سرکار خانم معرفی کنم که گفتن با شما آشنا هستن. بله، جوان تر که بودم خیلی علاقمند به داستان نویسی شدم. اون موقع بود که با خانم محمودی آشنا شدم. ایشون حق استادی به گردن من دارن. البته متاسفانه من دیگه نتونستم ادامه بدم، ولی هیچ وقت زحماتشون یادم نمیره. خیلی حیف شد، شما خیلی با استعداد بودید. ممنون، نظر لطف شماست. عرض به حضورتون که من زیاد وقت عزیزان رو نمیگیرم. یه مجموعه کتاب در رابطه با 15 شهید استان قراره به چاپ برسه که یکی از این شهدا شهید بزرگوار امیر حسین مهدویه. بنده از همین الان مطمئن هستم که این مجموعه کتاب جزو بهترین مجموعه هایی خواهد شد که قرار چاپ بشه. زحمت گردآوری این کتاب رو سرکار خانم محمودی میکشن که از اساتید ناماشنا و حرفه‌ای هستن. جناب شریفی هم که از دوستان رزمنده بودن و سرکار خانم که همسر شهید. عرض به حضورتون از اونجایی که این کتاب تصویری هست، حتما خود شما از این شهید بزرگوار تصاویری در اختیار دارین که اگر قرار بدید در اختیار پروژه بگذارید کمکی کردید به ما، خیلی ممنون میشیم. البته ما خودمون هم یه سری تصاویر از آرشیو پیدا کردیم که دیدنش خالی از لطف نیست. اجازه بدید. بیا بابا این هم چایی دسته داد نکنم نه دسته برمونه چایی این چایی خوب همی حسین بگو بینیم چه خبر. سلامتی تو بگو بینیم چه خبر. خوب میگذرانیم هستی چه خبر. مسافرم هم دیگه روزای آخرش. خدا رو شکر خدا رو شکر. حالا اسمشو چی میخوای بذاری؟ اسمش هم انشالله دوست دارم اگه دختر باشه بذارم فاطمه، اگرم پسر بشه امیرایی. ببینیم خدا چه بذاره. شبکه تا خودشو جور شه اینه روشنه خاموشه.
سعید. تو حالت خوبه؟ همیشه میگم اگه یه روزی هم بخواد بره حتما امیرعلی رو میبینه و میره. این فکر گاهی اوقات خیلی اذیتم میکنه، بقیدم به خاطر خودش. خیلی خوب آقای احمدی، شما طبق معمول قرصای فشارت رو نخوردی، درسته؟ چرا نمیخوری قرصا رو؟ خب همین میشه دیگه، الان شما فشارت بالاست، قاعدتا حالا تعب داری، سرگیجه داری، بیرون روی داری، درسته؟ حالا اینا بیشتر علائم گرمازدگیت هم هست. شما الان تشریف بریم منزل، تا جایی که میشه به پدرتون مایعات بدی. خواهش میکنم قرصاشون رو سر موقع بهشون بدین. خب خانم جعفری یه زحمت بکشین یه سرم برای آقای احمدی وصف کنین، تو این فرصت که باباتون سرم میزنه من یه سری قرص و شربت میزنم، بعد از سرم بیان بگیرین یه دو سه روز اونا رو مصرف کنین، اگه خدا بخواد بهتر بشن، ولی باز اگه خوب نشدن بیان اینجا ببینم چیکار باید بکنم. باشه چشم، دست شما درد نکنه، سلامت. قرصاشو به موقع بهش بدین، دیگه تاکید نکنم. الو سلام، بر مرد خوشبخت. خوشبخت؟ ها از اون لحاظ شما که ما رو تحویل نمیگیری، نه زنگی نه اسمسی، خودم من خودم رو تحویل بگیرم دیگه. بابا من سرم شلوغه، تا همین الان مریض داشتم. منم اینجا دست کمی از شما ندارم. آ خب تو فرق میکنی، تو با معرفت تری. حالا شد معرفت؟ چی بگم، علاقه منتری. خوبه شما چی؟ والا به اندازه شما نباشه کمتر نیست. همین؟ باشه من برم به کارم برسم. الو الو مریم، الو الو بله بفرمایی. مریم چرا قطع میکنی؟ من فردا شب قراره یه خواستگار سرد یخ بیا سراغم، واسه همین کلی کار دارم. خوبی؟ الو چطوری؟ چی شده؟ پسر کی بود؟ پسر هم کلاسی. خیلی باش میخندیدی. میخندیدم؟ یعنی چی؟ این چیه؟ این خب معلومه دیگه، جزوه. امتحان داریم ازش گرفتم که بخونم، خیلی خوب و مرتب مینویسه. خیلی خوب و مرتب می‌نویسم. تیپش چطوره؟ من چیکار به تیپش دارم؟ چیکار به تیپش دارم؟ حالا بیا. ای
چرا جزمه رو میندازی بیرون؟ دیوانه بازی چه در میاری؟ باز کن درو. درو باز کن. سحر صد دفعه بهت گفتم نمیخوام با کسی بگی بخندی، حالیت نمیشه؟ درو باز کن میسم. کار یعنی چی؟ با این کار چی میخوای ثابت کنی؟ اینکه خیلی دوستم داری؟ از دستت خسته شدم دیگه. تو که تکلیف خودت معلوم نیست، چجوری میخوای تکلیف من معلوم بکنی؟ خستم کردی دیگه، همش حرف. دوستت دارم، عاشقتم. چند وقتی میخوای با بابا حرف بزنی که معافیتو درست کنه؟ اونقدی که من تو رو باورت کردم، خونوادت باورت نکردن. چند وقتی میخوای با خونوادت حرف بزنی میسم؟ من کیم؟ چه نقشی دارم توی زندگی تو بازی میکنم؟ میسم، تا زمانی که تکلیف خودم و خودت رو روشن نکردی، نه به من زنگ میزنی نه سراغم رو میگیری. من احمق بودم تو رو باور کردم. باز کنیم درو. سلام خانم میازی. سلام، خوبید خانم؟ چه خبر؟ آقای پویش تشریف آوردن، تو اتاق منتظر شما. باش. پرونده آقای کابوسی چی شد؟ آقای طریقی نژاد اومدن، داریم مستندات و پرونده رو با هم کامل میکنیم. سلام. سلام خانم، خسته نباشید. قربان شما. امروز وقت رسیدگی به پرونده تصرف ارث ملی آقای کابوسیه. قرار من به اتفاق مسئول حقوقی اداره بریم دادگاه با ارائه مستندات لازم دفاع کنیم. من متشکرم میشم که بعد از دادگاه حتما خبرش به من به خانم نیازی بدید. چشم، حتما. ممنون. روال اداری دیگه نداره که، یه نامه بوده که دستور نوشتنش زیر اون یه دقیقه وقت شما رو نمیگیره. هر وقت انجام بشه من میگم خدمتون تماس بگیرم. ببینید، همین حالا هم کار از نظر ما انجام شده است. دستور اجرای پروژه رو به شما ابلاغ کردم، بنابراین ما هر وقت بخوایم میتونیم کار رو شروع کنیم. الان هم اگه اینجا هستیم فقط به خاطر مراحل اداریه، اگر نه شما کاری نیستید. چقدر خوب، پس چرا وقت اونجا طرف میکنین؟ برین کارتون شروع کنین. آقای زرنده، چرا عصبانه میشین؟ خانم دارن وظیفه شون انجام. مشکل اینه که ایشون با وظیفه شون آشنا نیستن. رقم مزایدتون نشون میده که دنبال سود مادی نیستین. این همه عجله برای کاری که با این بازده مالی سود داره، یکم آدم متعجب میشه. آها، پس مشکلتون اینه، دنبال جواب برای توهمات خودتون میگردین. آقای زرندی لطفاً آروم باشه، شاید مقصر بنده بودم که زودتر از اینا باید خدمتتون میرسیدم. اون زمان یه جنگ بود، ما 8 سال رفتیم جبهه برای دفاع از آب و خاک و ناموس این مملکت. اگر الانم وارد این پروژه شدم، به خاطر اینکه وظیفه خودم میدونم که از منابع این مملکت دفاع بکن. یه جمله خیلی زیبا اینجا نوشتید، نگذارید بمیرد جنگل که جهان خواهد. کل مطلبی رو که میخواستم خدمت شما عرض کردم. من دنبال منافع مالی این قضیه نیستم. حالا ما هر وقت که شما صلاح بدونید، ما این پروژه رو انجام میدیم. در ضمن شما یک عذرخواهی به ایشون بده کارید. نیازی به عذرخواهی نیست، من نمیخوام کار شما رو زیر سوال ببرم یا خدای نکرده تأخیر در کارتون ایجاد کنم. هر موقع انجام بشه من میگم همکارم خدمتون تماس بگیرن. خیلی ممنون. خواهش میکنم. به خاطر تندی که کردم ازتون عذرخواهی میکنم. خواهش میکنم. قربانی قربانی، کجایی؟ دقت کردی هر موقع زنگ میزنن همه شما تون تویی؟ یعنی این تو هم که میخواییم بریم باید با یکی هماهنگ کنیم؟ عجب گیری کردیم والا. سلام. سلام. چی
چیه؟ چی شده؟ نمیدونم. ناراحته. خانم آگویی، این دوتا دیویدی ها رو لطفا بفرستین تهران. دوتا نسخه است. آدرسش هم اینجاست. چند بار گفتم فامیل منو درست صدا بزن. دوباره غلط گفتم؟ آگویی، بلدی؟ تکرار کن. خب منم همونو گفتم دیگه. یه لطفی به من میکنی اصلا منو صدا نزنی؟ عجب گیری کردیم. ما خانم خالی صداتون میکنیم، میگی من اسم دارم. فامیلتونم که میگیم اینطوری میشه. خانم محترم لطفا برای من یه راهکاری بذار. چی صدا کنم؟ آقای رحیمی نامی خانم زنگ زد، گفت از شرکت خدای اسمش چی بود؟ آقای قربانی نگفتم هر کسی زنگ زد اسمشو یادداشت کنه، وگر نه بذاریم بره رو پیغامگیر. چرا من اینطوری شدم؟ نکنه داره آلزایمر میگیرم؟ آقای قربانی نترس، آلزایمر در کار نیست. شما حساب و ماه و هفته خیلی خوب داری، مخصوصا آخر ماه که میخوای مالی بگیری. آقایون محترم میشه جلستتون رو ببرین یه جای دیگه؟ باشه چشم. بله سلام. بله چشم، میگم خدمت شما. روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار. کسی نمیخواد این در رو باز کنه؟ سلام آقا. سلام. خسته نباشین. ممنون. سلام. سلام. خسته نباشین. آقا سهیل. بله خانم. بذارین از رو برسن بعد. کار فرسیه. چه کار فرسی که من خبر ندارم؟ من فراموش کردم خدمت شما بگم صبح از دفتر جشنواره زنگ زدن، گفتن شما حتما باشون تماس بگیرین. الان میگم. صبح زنگ زدم، شما کلاس بودین. اجازه است برم؟ بفرمایید. سلام آقا. سلام. چرا تو فکرین؟ همینجوری. آقا ما اون 20 دقیقه رو آماده کردیم و کشیدیم رو دیویدی. صبح میرسه تهران دستشون. دست دردن قسم باشه. قربون شما. کار دیگه هم هست؟ بله آقا، من تو این چند روز من خیلی فکر کردم این فیلم مستنده. آقا داستانش خیلی 20 درجه یکه. یه کلا پشتی بوده پرنامه. مال آقا دوران دفاع مقدس، مال این رزمنده ها. قرار بوده برسه دست گیرنده هاش. آقا حالا شما فکر بکنین فرستنده هاش الان ممکنه شهید شده باشن یا زنده باشن. من آقا به شما قول میدم این مستند بسازید آقا مثل بوم تو دنیا صدا بره. خیلی آقا بکر و درجه یکه. خیلی خوب سهیل جان، میدونی من برای جشنواره کار نمیکنم. شما تازه برای جشنواره ها کار نمیکنین، هی از این جشنواره از اون جشنواره. ماشالله هزار ماشالله، یکی پس از دیگر این جایزه ها رو میگیریم. آقا سهر خیلی کار داریم. پاشو رو به کار درس. چشو آقا راستین حاج آقا کشکاره هست؟ خب هیچی آقا، من دیرم شده برم به کارم میرسم. با اجازه.
حاج آقای کشکار تشریف آوردن، منتها قبلش با من هماهنگ نکرده بودن. باش برو فهم. چشم. خیلی خوش اومدید. سلام علیکم جناب شریفی، حالتون چطوره؟ خسته نباشید. شما به کارت بشید. چشم. مونده نباشید. خیلی خوش اومدید. بفرمایید. بفرمایید. یا الله. جناب شریفی چه جای دنج و آرومی دارین؟ متعلق به شماست. خیلی متشکرم. شما هنرمندا مثال شعر سهراب هستین که میگه به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید که مبادا ترک بردارد نازکه چینی نازده تنهایی من. بله این شعر رو خوندم از باب این که بگم اجباراً مزاحمتون شدم. جسارتاً میشه در رو ببندیم؟ چیکار کنم؟ میبینی که در بستم. صبح که اون اتفاق افتاد و خانمتون از دیدن تصویر آقای مهدوی به هم ریختن حقیقتا شرمنده شدم. خب شاید باید تعامل بیشتر میکردم. صلاح ندیدم که موضوع نامه رو مطرح کنم. به همین خاطر حضوراً خدمتون رسیدم که در رابطه با نامه تصمیم جدید بگیریم. حاج آقا شما مطمئنین این نامه شهید مهدویه؟ روی نامه اسم فرستنده نوشته نشده. مهر و تاریخ هم خانا نیست. ولی چون از اقوام شهید مهدوی در اون مقطع کسی تو جبهه نبوده، یقیناً نامه مال خود آقای مهدویه. شما یه محبتی بکنید، میخوایم اون نامه رو به من بدین، من نشونه خانمم میدم. اگه صلاح دونستم بعد شما گروه فیلم برداریتون رو بفرستین. نام رو الان نمیتونیم بدیم. به هر حال نام شخصی که صاحبش زنده است، درسته جزء اسناد جنگه، ولی خب بالاخره صاحبش حی حاضره، میتونه در موردش تصمیم بگیر که این نامه خونده بشه یا نه. بله شما درست میفرمایید، ولی به شرطیه که خود شخص نامه رو تحویل بگیره. صحیح. پس بفرمایید به بنده اعتماد نداری. نفرمایید جناب شریفی، نفرمایید. بنده و همه همکارانم به شما ارادت داریم، ولی وظیفه ایه که به بنده محول شده. ما نامه ها رو در اختیار کسی قرار میدیم که این فیلم رو قراره بسازه، البته طبق قراردادی مشخص و شرایطی روشن که البته خودم هم حضور خواهم داشت. اون موقع با شما هماهنگ میکنن که کی خدمت شما برسن. ولی بهتر بود که شما خودتون قبول میکردین که این کارها رو بسازین، که دیگه خیال ما خیلی راحت تر میشد. به هر حال شما خودتون تو این سبک کار که به دفاع مقدس پرداخته میشه صاحب نظرید. باشه در موردش فکر میکنم، ولی شما سعی کنید یه نسخه از این نامه رو برای من بفرستین. آخه من خط امیرحسین میشناسم، میتونم کاملا تایید کنم که نامه اون هست یا نه. از کجا معلوم که این نامه به اسم کسی دیگه نباشه، به اسم خانم زمانی دیگه‌ای که ما نمی‌شناسیم؟ جالبه، اصلا به این موضوع فکر نکرده بودم. بسیار خوب، حتما تصویر نامه رو به گوشیتون می‌فرستم. بفرمایید. زحمت نکشین جناب شریفی. اختیار دارید. بفرمایید. خانم خداحافظ شما. خدا نگهدار. بفرمایید. استعدا میکنم. بفرمایید. خیلی پیش. خدا حافظ. ممنون که داشت باورد. خدا حافظ.
این دو تا برگ معنویته، یکیش مال اهواز تصویربرداری از اسرا، اینم مال خط مقدمه. خودت میری خط یا امیرحسین مهدوی؟ فکر میکنم خودم باید برم آجی. خیلی خوبه که هوای دوست رو داری، اون نره خط بهتره، خط زیر آتیشه، بچهش هم همین روزا قراره به دنیا بیاد. برگه مرخصش رو نوشتم، بده بهش، اون برگرده احواز، از همون جا هم بره خونه. چیکاره ایم آقا سعید؟ هیچی، ما میمونیم احواز و امیرحسین اکیپشون میرن خط. پس نمیریم خط؟ فعلا که قرار اینجوریه. پس میریم احواز. ما میمونیم احواز و امیرحسین اکیپشون میرن خط. همیشه بخواه اگه یه روزی هم به خاطره حتماً امیرعلیشون نبیلیم اونجه این فکر گاهی اوقات خیلی عزیز هم. خیلی خوبه که هوای دوستانو داری. آقا در زدم جواب ندادی. آقا حالتون خوبه؟ رنگ روتون پریده، عرق بیدمش میکنی براتون بیارم؟ آقا اینا همه از فشار کار. آقا یه دریایی جایی مسافرتی برین. آقا من برم یک بیدمش برات بیارم، خیلی لازمه. باورت بشه واسه تو